سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. امروز اومدم بهتون یه متد و یه روش بسیار جدید و عالی و خیلی خیلی آسون رو آموزش بدم که میتونید روزانه درآمدهای بسیار بالایی داشته باشید، اونم به صورت دلاری. حتما حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید بچه ها. این متدی که میخوام بهتون بگم متد واقعا فوق‌العاده و جدیدی هستش، به هیچ وجه از دستش ندید. و حرف دیگه اینه مونه بچه ها، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و بزنید. بریم سراغ این سه تا وبسایتی که میخوام بهتون یاد بدم چطوری میتونید ازشون کسب درآمد داشته باشید. خب بچه ها، همونطور که میبینید اول وبسایتی که میخوام بهتون نشون بدم وبسایت linkable.com هست بچه ها. این وبسایت چیه؟ این وبسایت بچه ها شما لزومی نداره حتما بیاید با این وبسایت کار بکنید، خب، ولی این کار میکنه که به شما پول میده. برای چی؟ برای نوشتن مقالات، نوشتن یک سری چیزها. خب حالا شما برای اینکه وبسایت مورد نظرتون رو بخواید پیدا کنید بچه‌ها، میتونید هم از این وبسایت استفاده کنید. خب نگاه کنید، مثلا میگه که میتونی مثلا یه چیز باحال بنویسی و اینا، بعد میگه بیا اینجا کار کن و پول در بیار بچه‌ها. ولی شما میتونید سرچ کنید، مثلا سرچ کنید که چه می‌دونم how to make money from مثلا writing. خب یه همچین چیزی که مثلا چجوری پول در بیاریم با نوشتن، یه همچین چیزی رو سرچ می‌کنید بچه‌ها. خب بعد من الان مثلا یه وبسایت رو باز کردم، خب بعد که میام پایین نگاه کنید اینجا برای من نوشته، خب کاتگوری مختلف داره، مثلا این وبسایت ها درباره بیزینس، چه میدونم اینا، فایننس و اینجور چیزا هستن. خب بچه مثلا نوشته که این وبسایت بهتون 50 تا 150 دلار برای هر مقاله‌ای که درباره بیزینس بنویسید بهتون میده. بچه ها معمولا هم این سایت ها مقالاتشون اینطوریه که باید بین 1000 تا 3000 کلمه باشه. آره، یعنی نه بیشتر از 3000 کلمه نه کمتر از 1000 کلمه. حالا بهتون یاد میدم جلوتر چجوری بدون اینکه حتی زبان بلد باشید و حتی بخواید یک کلمه تایپ بکنید بتونید این 1000 تا 3000 رو پر بکنید و درآمد داشته باشید. این دوباره بچه یک کاتگوری دیگه است، این دوباره مثلا یک کاتگوری دیگه است، کاتگوری مثلا هلس. خب مثلا کاتگوری هلس داره، چه میدونم، حالا هر کاتگوری که شما بخواید بچه. حالا برای مثال من الان کاتگوری هلس رو انتخاب میکنم که همون سلامتی میشه. خب یکی از اینا رو انتخاب میکنید بچه، مثلا نوشته این وبسایت 50 دلار برای هر مقاله‌ای که درباره سلامتی باشه بهتون میده، یا این مثلا 200 دلار میده که خیلی درآمد و قیمت خوبی هم هستش. بچه برای اینکه بتونیم مقالات و اون کلمات زیاد رو پیدا بکنیم نیاز داریم به وبسایت گوگل نیوز. خب وبسایت گوگل نیوز چیه؟ میاد ترند ترین ها رو دوره هم جمع میکنه دیگه، همتون میدونید، میاد ترند ترین اخبار ها رو دوره هم دیگه جمع میکنه و کاتگوری های مختلف رو هم این سمت چپ داره. مثلا روی هلس من اگه کلیک کنم میبینید اینجا همه چی داره بچه ها، بیزنس، اگه مثلا بخواید کاتگوری بیزنس انتخاب کنید، تکنولوژی، چه میدونم ورزشی، هر چیزی. من روی هلس کلیک میکنم بچه ها که برام اخبار یا همون مقالات مربوط به هلس رو بیاره. حالا اگه باز کنه خیلی عالی میشه. اوکی، خب بچه ها مثلا میبینید الان خب قاعدتا همین درباره کووید 19 هستش دیگه، چون که بالاخره خیلی چیز ترندتر هستش. بچه شما هر کدوم از اینها رو که خواستید خب میتونید انتخاب بکنید. مثلا من این رو انتخاب میکنم. خب انتخابش میکنید، ثبت میکنید تا برامون باز شه. بچه ها یکم طول میکشه باز شه چون از طریق این وبسایت داریم میریم، ولی بچه شما وبسایت رو باز میکنید، هر وبسایتی که دوست داشتید، خب میگردید ببینید کدوم وبسایت کلمات بیشتری داره، نه خیلی زیاده، مثلا دیگه بیشتر از 3000 تا نشه، بین 1000 تا 3000. مثلا این الان خیلی زیاده، خب یعنی راحت فکر کنم 2000 تا دیگه، حداقل 1000 تا رو هستش راحت. خب من میتونم بیام چیکار کنم؟ بیام الان این یه مقاله است دیگه، بالاخره یه مقاله است درباره یک مریضی که الان تیترش هم براتون میخونم. خب این رو کپی میکنم بچه ها، حالا این پایینیش هم کپی شد، باش این رو کپی میکنم بچه ها. مثلا این چیه مقالهش؟ مقالهش درباره چی میدم 47% از چیکار میکنن، یه مقاله هست دیگه حالا درباره سلامتیه. خب این رو کپی میکنید بچه ها، ولی همین رو مستقیم نمیتونید بیارید توی این وبسایت یا حالا هر وبسایت دیگه که بابت مقاله نوشتن بهتون پول میده، چون میفهمه شما این متن رو از یک جای دیگه برداشتید. کاری که لازمه بکنید که این متن یه جوری برای خودتون بشه و کلماتش جابجا بشه اینه که بیاید داخل وبسایت کویل بات بچه ها. این وبسایت چیکار میکنه؟ این وبسایت میاد کلمات رو
با توجه به حالتی که مثلا یه جوری برای خودتون بشه و معنی اون کلن جمله عوض نشه تغییر میده بچه ها. مثلا من الان میام اون متنی که انتخاب کردم رو اینجا پیست میکنم. خب حالتا میبینید الان بچه ها 1364 تا کلمه شده این. خب بچه ها وبسایت های دیگه ای هم هستن. خب این الان به من ارور میده، نمیذاره این کارو بکنم چون که 1364 تا کلمه داره. خب که این یعنی متن مناسبی هستش. خب این الان نمیذاره این کارو کنم بچه ها. شما میتونید بیاید مثلا 125 تا 125 تا چیز کنید، مثلا این تیکر رو یه بار بذارید، این تیکر یه بار، بعد اینا رو بچسبید به هم. یا اینکه میتونید بچه ها بیاید توی اسپین بات. خب اسپین بات هم یه رباتی هستش مثل همینه، ولی فکر میکنم محدودیت نداره بچه ها، درست اطلاع ندارم، ولی یه رباتیه که دقیقا همین کار رو انجام میده که میاد کلمات و اینا رو عوض میکنه که یه جوری اون مقاله برای خودمون بشه. ولی خب این مثل اینکه محدودیت داره و باید نسخه پولیش رو بخرید تا محدودیتش برداشته بشه. ولی خب میتونید چیز کنید دیگه، مثلا نکنید الان تا اینجا رو من بزنم، تا اینجایی که پر رنگه برام کامل میکنه، بعد میتونم مثلا اینجا رو دوباره پاک کنم دوباره بزنم. بچه‌ها اسپین بات هم دقیقاً همین کارو می‌کنه. بذارید من متنمو پیست بکنم. خب می‌بینید که اسپین بات بچه‌ها مینیممش 10000 کلمه است، که البته این بچه ها 8340 کلمه است که این برای ما خیلی زیاده. بذارید من یکم پاکش کنم، مثلا برسه تا 3000 تا اینا. خب من اصلا اینقدرش رو پاک میکنم، بازم شد 5000 تا. اوکی خب بذارید این رو هم پاک بکنم. اسپین بات بچه های بهتره، حالا نمیدونم کدومش بهتره، ولی خب همونطور که یعنی الان مثلا این دیگه برای ما محدودیتی نمیذاره. خب زیاد پاک کردیم، مثل اینکه بذارید من بیام مثلا انقدرش رو پاک میکنم. خب حالا انقدرش رو پاک میکنم، دیگه چیزی نمونده، اینها رو هم پاک میکنم. خب اوکی بچه‌ها 3000 خورده ای شد دیگه. و اینکه روی این گزینه که کلیک کنید بچه‌ها، روی اسپین ایت که کلیک بکنم یه دونه سوال ازم میپرسه بفهمه من ربات نیستم. اوکی پازل رو سر جاش قرار میدم و ساب میکنم تا برام کار رو انجام بده. بچه ها دونه دونه میاد میگرده توی این متن بچه ها و پیدا میکنه اون کلمه ای که میتونه جایگزین کلمه دیگه بشه رو قرار میده، به طوری که جمله عوض نشه. و وقتی که این کار رو انجام داد بچه ها یک متن بهتون میده که اون متن دیگه اختصاصا برای خودتون هستش. نگاه کنید الان این متن رو به من داده که این متن کامل برای من هست. بچه ها میدید کلا متن یه جوری عوض شده جمله هاش، ولی معنیش عوض نشده. روی این کپی تکست هم که بزنم متن برام کپی میشه بچه ها، و توی هر کدوم از این وبسایت ها که خواستید به راحتی میرید ساین اپ میکنید، اکانتتون رو میسازید و این متن رو که برای خودتون هست حالا توی هر کاتگوری که از اینجا انتخاب کردید، حالا بیزنس، تکنولوژی یا هر چیز دیگه ای، متن رو میبرید اونجا پیست میکنید و مثلا قیمتاش هم که بهتون گفتم مثلا درباره سلامت اگه باشه 50 دلار میده، 200 دلار میده و مبلغ‌های خیلی خیلی عالی رو میتونید با این حرکت در بیارید بچه‌ها، که کاملا آسون هست و حداقل شما روزی سه بار هم این کارو انجام بدید 3 تا 50 دلار میشه 150 دلار، واقعا درآمد بسیار بسیار عالی هستش. امیدوارم که با این ویدیو هم حال کرده باشید بچه‌ها. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. لطفاً از من حمایت بکنید. انگیزه بزرگیه برای من و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.